بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. قرآن می فرماد اگر از خوشیها عبور کنی، دل بکنی، به چیزها می رسی. عبور از خوشیها، مثلا چیزی می خواهی به فقیر بدی، لباس نو بده، غذای خوب بده. اگر یه غذایی می ترسیم بخوریم مسموم بشیم، یا یه لباسی تنگه یا گشاده یا دوست نداریم یا از مد افتاده، یه سری که میخواد دور بندازه بده فقیر، این به اون کمال نمیرسیم. چون در سیر کردن فقیر دو تا هدفه، یکی شکم او سیر شه، یکی تو هم رشد بکنه، یعنی دل از دنیا بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن میگه اگر میخوای به نیکی برسی، از چیزایی که دوست داری دل بکن. آدم خواب دوست داره، ولی قرآن میگه اگر از رخت خواب خودت کندی، نماز شب خوندی، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اگر پهلوتو از رخت خواب جدا کردی، از رخت خواب کندی خودت، اون نماز به چیزایی میرسه. اصحاب کهف از شهر و رفاه دل کندن، به جای رسیدن که خدا ستایش کرد اونها شد. اهل بیت یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، اینا نذر کردن که برای سلامتی حسن و حسین که بیمار شده بودن، اگر اینا خوب شدن روزه بگیرن. حسن و حسین سلام الله علیهما بیمار شدن، پیغمبر و مردم آمدن عیادت، پیشنهاد شد به حضرت علی که نذر کنید روزه بگیرید. اونها هم نذر کردن و کوچولوها خوب شدن و روزه گرفتن. تو خونه هم غذا نبود، حضرت امیر گندمی جوی از بیرون تهیه کرد و آرد شد و خمیر شد و نان شد و افطار شد و نماز مغرب خوندن. تا رفتن افطار کنن کسی در میزنه، کیه؟ یتیم. غذا دادن با یتیم باب افطار کردن دو مرتبه. مرحله بعدن دو مرتبه تا رفتن افطار کنن، کیه؟ اسیر، برده. باز غذاشون نبافت، مسکین، یتیم، اسیر. یه شب یتیم بود، یه شب مسکین بود، فقیر بود، فقیر یه شب، یتیم یه شب، فقیر و یتیم و اسیر. و قرآن سوره هر عطا رو نازل کرد که به گفته شیعه و سنی این سوره راجع به اهل بیته، چون از غذا در لحظه افطار دل کندن، یطعمون الطعام. آدم گاهی وقتی دختر زیبایی رو میبینه میخواد نگاش کنه، به هر حال یک شمالاتی هست، میگه نگاه نکن، دل بکن، به چیزایی میرسی. قل للمؤمنین یغضوا، بعد بیا ذالک ازکا، چشم تو پیش کش، به رشد میرسی. صدای اذان بالا میشه، مشتری آمده، صبح تا کسی نبوده، حالا که مشتری آمده اذان میگن، دل از این مشتری بکن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. قرآن میگه مردان خدا کسانی هستن که صدای اذان که بالا شد دیگه تجارت همه رو تعطیل میکنن، میرن مسجد. خدا بد میده من حیث لا یحتسب، اصل یه مشتری میاد جبران مشتری زور رو میکنه. حضرت ابراهیم زن و بچه‌شو تو بیابونای مکه گذاشت، نه برای حج نه برای عمره، گفت خدای زن و بچه‌ام آوردم اینجا، لیقیم الصلاة، نگفت لیحجوا لیعتمروا. همه مردم که برن مکه یا برای حج میرن یا برای عمره، حضرت ابراهیم فرمود من آمدم مکه نه برای حج نه برای عمره، برای اقامه نماز. به هر حال دل کندن از خواب. یوسف گرفتار زلیخا شد، یه روز خودش آرایش که همه درها رو بست، بهش گفت هی تلک بیا با هم خلوت کنیم، فرار کرد. یعنی یا از شهوت باید فرار کرد، یا از غذا باید دل کند، یا از خواب باید دل کند، یا از زن و بچه باید دل کند، یا از رفاه. اگر کسی دل بکند به جای میرسه. عبور از خوبی ها رمز و کلید رسیدن به یک مقاماته. همونی که میگیم، شاعر میگن نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. تا از خوشی ها دل نکنیم به جای نمیرسه. این اصل قرآنیه. و السلام علیکم و رحمت الله.